خب سلام، وقتتون بخیر. در خدمتتون هستم با یک ریویو جذاب، ریویوی خودنویس نودلرز مدل ای هب و در واقع یک خودنویس خاص و به نوعی محبوب توی کل دنیا به دلایل مختلف که حالا با هم میرسیم و صحبت میکنیم. اول در مورد خود شرکت نودلرز اینک توضیح بدم، شرکت سازنده این خودنویس. شرکت نودلرز اینک که از سال 2004 کار خودش رو تقریبا شروع کرده، به طور خاص بیشتر روی جوهر کار میکرده و جوهرهای تخصصی نودلرز رو در واقع تولید میکرد. جوهرهای نودلرز ویژگی های خیلی خیلی خاصی دارند که اون رو از بقیه جوهرها متمایز میکنه. اول اینکه این جوهرها به صورت عام ارزون تر از بقیه جوهرها، این به معنی بی کیفیت بودنشون نیست. جوهرهای نودلرز واقعا جوهرهای با کیفیتی هستند. این جوهرها دستساز تولید میشن و همه در واقع خود امریکا تولید میشن، کاملا دستساز. شیشه های در واقع بزرگ 80 میلی لیتری و در واقع بزرگتر در واقع دارن 150 میل و حتی در حد بطری های بزرگ برای دوستان مختلفی که به اندازه های مختلفی نیازمند استفاده از جوهر هستند. در کنار رنگ های مختلف و موضوعات دیگه، این شرکت جوهرهایی رو تولید میکنه که خیلی خیلی تخصصی هستند. جوهرهای ضد تقلب، جوهرهای حالا اصطلاحا بهش میگن جوهرهای بولت پروف، که جوهرهایی هستن که وقتی روی کاغذ در واقع بشینند و با کاغذ ترکیب بشن به هیچ عنوان قابل دستکاری نیستن، حتی با استون و اینها قابل پاک کردن نیستن و از این بابت خیلی خودنویس های خیلی جوهرهای با ارزشی هستن. حالا از جوهرها بیاییم بیرون، این شرکت شروع کرد به تدریج تولید یک سری خودنویس رو هم از چندین سال پیش آغاز کرد و شاید بگم محبوب ترین این خودنویس ها یا معروف ترین این خودنویس ها همین خودنویس حاضر هست، خودنویس نودلرز مدل ای هب. خودنویس نودلرز مدل ای هب یه خودنویسیه که خیلی کوچیک نیست و خیلی بزرگ نیست. ویژگی مهم این خودنویس اینه که با داشتن سر استیل، یعنی سر قلم استیل، نوک فلکس داره یا نوک فلکسیبل داره و میتونی در واقع حالا توی یه ویدئویی در مورد استفاده از نوکای فلکس دقیقا با همین خودنویس آموزش دادم که چجوری ازش استفاده بکنید و این یکی از ویژگی هایی هستش که این خودنویس رو منحصر به فرد به نوعی میکنه. به طور معمول خودنویس های با نوک فلکس معمولا اولا قدیمی هن، ثانیا نوکاشون معمولا تلاست، ولی نودلرز ای هب یکی از معدود مدل هایی هستش که حالا مدل های دیگه در واقع همین شرکت هم همینطور هستن، با نوک استیل در واقع حالت فلکس رو ایجاد کرده. خب بدون فوت وقت اول یکم راجع به اندازه ها و ابعادش صحبت بکنیم. نودلرز ای هب یه چیزی حدود 13.8 سانتی متره. کنار یه سری خودنویس دیگه ببینیمش، کنار یک کاوه کوئل اسپورت، یه دونه پارکر 45، یه دونه دلتای دولچه ویتا، یک خودنویس نسبتا بزرگ البته مید سایزش، و البته یه سیلور 1911 لارج. همونطور که می‌بینید خودنویس کوچیکی نیست و خودنویس نسبتا بزرگ جسته‌ایه. خب نودلرز ای هب یه خودنویس امریکاییه که البته تولید این خودنویس تا جایی که من میدونم توی هند انجام میشه و مواد اولیه و رزین و غیرش هم از هند بیاد. یکی از نکاتی که در مورد این خودنویس خیلی توضیح میدن اینه که خودنویس رزین بدنش بومیده و اینها. واقعا چون بخواید من خیلی همچین چیزی رو کس نکردم، حتی در واقع از همسرم خواستم که این رو بررسی بکنه و چیزی که به نظر میاد اینه که بوی در واقع پلاستیک تازه تولید شده، مثل کفش های پلاستیکی، مثل موضوعاتی از این دست رو میده و حالا بعضی از ریویو در مورد این بوی این خیلی خیلی بد گفتن و حالا همچین چیزی رو حداقل در مورد این خودنویسی دست من هستن. خب بدن این رنگ های مختلفی داره، میتونید رنگ دلخواهتون رو سفارش بدید،
شفافش وجود داره، شفاف به رنگ‌های مختلفش وجود داره و چیزهای مختلف. گیره قوی هست، خیلی خیلی راحت قابل استفاده است به نظرم و دیگه خود نویسن پیچیه، پس خیلی راحت میتونید اون رو توی هر جیب و در واقع هر جور که میخواید توی کیف و اینها ازش استفاده بکنید. نوک خود نویس همطور که میبینید نوک بدون در واقع بریفینگ هول هست و این سوراخ هوا رو نداره روش، نوک خاصیه. فید این خودنویس ابونایت هست و برای همین هم هستش که بعضی وقتا نیاز به یک فرایندی وجود داره که در واقع این رو به نوعی با نوک مچش بکنید. حالا یه ذره خارج از اسکوپ این ویدیو هستش و موضوعاتی از این دست، ولی نوک استیله، نوک نسبتاً هم بزرگی داره، خیلی هم در واقع خوش دسته به نظرم. اگه بررسی بکنید سکشنشون میبینید که یه حالت موجمانند و پله مانندی داره که من شخصا خوشم میاد، یعنی کمک میکنه راحت تر تو دست بگیریمش. سکشن حدود 2 سانتی متر، اینجا یه سری در واقع ترید های در هستش که خیلی نکته‌ای باهاش ندارم، به نظرم خیلی تیز نیست و یه حالت پله مانند و اختلاف فاصله هم داره. خیلی از همه جور نمیتونید بگیریدش، ولی چون اندازه و ابعادش نسبتاً بزرگه برای دستای متوسط و دستای بزرگ هم قابل استفاده است. پوست میشه ولی خیلی خیلی کم عمق پوست میشه، برای همین خیلی خود نویس و بزرگش میکنه. به نظر میرسه که با همین شکل بیشتر و راحت تر قابل استفاده است. خب بریم یه تست نوشتار ازش ببینیم تا بیشتر در موردش صحبت کنیم. خب برای این تست از جوهر فابر‌کاستل گارنت رد استفاده کردم که بذارم به رنگ خود نویس شاید نزدیک باشه یا حتی در سایه های تیرهش. یه ویژگی خوبه خود نویس اینه که تقریبا هر چی توش بریزید خوب کار میکنه، به خاطر اینکه خیلی خیلی تر می‌نویسه. حالا می‌بینیم با هم دیگه. خود نویس اون هست نودلرز مدل ایهاب، چالا این خود نودلرز ایهاب رنگ های مختلفی هم داره. بذارید یکم زوم بیشتر کنم برای اینکه از روی نوشته خیلی زوم نیاد بیرون. نوک خود نویس ها به طور معمول فاینه و در واقع نوک فاین فلکس دارند. اهمیت اصلی این خود نویس داشتن همین نوک های فلکس هستش که کاری که میکنه و کمکی که میکنه اینه که ببینید من خیلی راحت با یه ذره فشار میتونم یک لاین وریشن بسیار بسیار زیاد ازش بگیرم و یک حجم جوهره بسیار زیادی رو به کاغذ بذارم. کمکی که میکنه اینه که شما میتونید خط زیبایی در واقع برای لاتین اضافه بکنید. ببینیم با هم. ببینید که چقدر میتونه خط رو زیبا کنه و چقدر میتونه در واقع جذابیت به خطتون اضافه بکنه. این خودنویس به نظر من خیلی خیلی حتی ترنویسیه، گرچه که به صورت پیشفرض نوکش فاین هست، اما میتونه لاین وریشن و کنترل خیلی زیادی در واقع به شما بده برای خطهایی که ایجاد میکنه.
خیلی برای فارسی هم حتی کنترل خوبی داره. من برای فارسی نوشتنم این خود نویسو خیلی دوستش دارم انصافا. خب بریم یه جنبندی بکنیم. نوکلرز ای هب یه چیزی حدود 24-5 دلار قیمتشه، ولی متاسفانه توی ایران پیدا نمیشه و باید در واقع واردش بکنید و در واقع از مدل های خرید از آمازون و مدل های از این دست خریدش بکنید. البته نودلرز ای هب مدل های مختلفش از همون 24-5 دلار 22-23 دلار شروع میشه تا بعضی از مدلاش 40-50 دلار هم میرسه. لزومن همشون یه قیمت نیست یا حتی همیشه یه قیمت نیست. این خود نویسو بخواید تهیهش بکنید و در واقع تا برسه به ایران یه چیزی نزدیک به 1 میلیون تومن ممکنه هزینتون بشه. این خود نویس با توجه به این ویژگی فلکسی که داره و حالا یه چیز جالبی هم توضیح ندادم، اینم بهتون توضیح بدم جالبه. ببینید کانورتور این یه کانورتور خاص خودش رو میخوره که خیلی ظرفیت زیادی هم داره. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یه چیزی بالغ بر 1 میلی‌لیتر ظرفیت این پمپ جوهر. ضمن اینکه این خودنویس رو به خاطر ویژگی اینکه همه داخلش پلاستیکیه به راحتی میتونید به شکل آی دراپر تبدیلش بکنید و آی دراپر کانورتور رو استفادهش بکنید، یعنی کلی این بدن رو جوهر بریزید که خیلی هم عالیه اصلا برای همچین چیزی. با توجه به ویژگی هایی که این خودنویس داره، نوک فلکسی که داره، حجم جوهر زیادی که میتونه بگیره و ویژگی فلکس خیلی خیلی زیبایی که داره و در نهایت کنترل ساختی که داره، من حقیقتش حتی به همون قیمت وارداتیش هم دوستش دارم. ولی اگه این خودنویس رو بتونم توی همون 24-5 دلار تهیهش بکنم خیلی خیلی خوشحال میشم و به نظرم برای اون قیمت فوق العاده خوبه و حتی برای در واقع تفنن استفاده کردن و تفننی باهاش نوشتن یه خود نویس فوق العاده ارزشمند. و توی این قیمت 24-5 دلار 22-23 دلار خود نویس دیگه که توی این لول مثلا وجود دارن خود نویس هستن، حالا خود نویس خوب خود نویسه هستن مثل پایلوت متروپولیتن یا مثلا پارکر جوتر مثلا و خود نویسه توی این اسکیل هستن که توی این قیمت هستن. اینو میگم برای اینکه بدونید کجا قرار میگیرن یا حالا با قیمت داخلش بخواید مقایسه بکنید. در کل چیزی که در مورد این خود نویس میتونم بگم اینه که این خود نویس یکی از خود نویس هایی که من خیلی دوستش دارم و فکر میکنم مدت های طولانی هم در کلکسیون من بمونه و بعید میدونم به این زودی ها یا به این راحتی ها قصد فروش یا عوض کردنش رو با قلم دیگه ای داشته باشم. خب امیدوارم که از اطلاعاتی که توی این ریویو خدمتتون ارائه کردم هم استفاده کرده باشید و به کارتون بیاد، در انتخاب ها کمکتون بکنه. روزتون خوش و خدا نگهدار.